بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با جاوید جاوید استاد دانشگاه که در استودیو با ما هستن. آقای جاوید سلام به شما، به برنامه خوش آمدید. در رابطه با دور دوم مذاکرات صلح، آنچه که گفته میشه هیئت های مذاکره کننده ظاهرا آمادگی نشان میتن، شما چه دیدگاه دارین؟ خب دور دوم مذاکرات که برش خوشبونی ها بسیار زیاد است و گفته میشه که هیئت هم آماده است که برای دور دوم گفتگوها را آغاز بکنه. بر صورت بعضی از نگرانی ها در مورد اجندا و همچنان آینده گفتگوها در دور دوم مطرح است، از جمله بحث هماهنگی ها که چقدر با گروه ها و اقشار مختلف در داخل افغانستان صورت گرفته. بعضی ها انتقاد دارند که با تمام اقشار صحبت ها و گفتگوهای مجانب به صورت نگرفته. در پهلوی از او بحث آجنده هاست که اخیرا یکی از اعضای مذاکره کننده بحث حکومت موقت اینا را مطرح کرده که اینا بعضی هایی را به عنوان کشتار میبینند. اما حالا هیئت مذاکره کننده میگه که رایزنی هایشون در باره آجنده این مذاکرات به پایان رسیده. بله، خب این چیزیست که هیئت مذاکره کننده میگه، اما ما گفتم که دیدگاه های بیرون از هیئت مذاکره کننده و منتقدان دیدگاهشان در مورد کارخانگی حداقل سه هفته ای که اینا در رخصتی بودن این انتقاد وجود داره. از جامعه اکادمیک میگن گفتگو نشده با مجلس نمایندگان، حداقل شورای ملی نرفتن، با اونا دیده نشده. یه جمله انتقادات است که به هیئت میشه. بر صورت چیزی که باز بعدا میشه صحبت کنیم سر آجنده های بعدی که به نظر ما اونا نفسگیر و مهمتر خواهد بود. حالا وقت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگن که آتش بس اولویت ماست و در اول قرار دارد، در حالی که آنچه که اونا شروع میکنن هیئت طالبان این مسئله را در آخرین قسمت فهرست قرار دادن. بله کاملا دقیق است، دو استراتژی کاملا متفاوت. یک طرف افغانستان که بحث آتش بس یا سیزفایر مطرح میشه و طرف از نام نوع نظام اسلامی، این دو تا استراتژی کاملا در تضاد قرار داره. برداشت ها میست که امی دو مسئله و آجنده های کاملا متفاوت میتونه که پروسه امی دور دوم کمک طولانی تر بسازه. درست. از سوی دیگر حتی نهادهای امنیتی افغانستان از این صحبت میکنن که گویا طالبان برای فصل تازه جنگ آمادگی میگیرن، که این مسئله چقدر میتونن نگران کننده باشن؟ خب انواره از این بابت نگرانی ها مطرح شده. شما میفهمین که گروه های رادیکال یا بنیادگرا دخل دو شاخه داره از لحاظ ساختاری، یک بخش ساختار نظامی یا ملیتریش است، دو ساختارهای سیاسی شان است. همواره گروه های که شورشگر برش گفته میشن یا ملیتنس برش میگن، اینا از هر دو به اصطلاح روی کرد کار میگن، هم از روی کرد نظامی و هم از روی کرد سیاسی. طالب ها جمله گروه های هستن که تا به حال هم در میدان های جنگ جنگیدن، بنان هم از او ابزار نظامیگری و نظامیگری استفاده کرده، همزمان از او از منطق و زبان دیپلماسی استفاده کرده. بنان طالبا در پی ازی است که از جنبه فشارهای نظامی را بیشتر بکنه تا به او خواسته هایی که بر سر میز مذاکره دارن و این مسئله. پس در چنین شرایط وقت دور دوم مذاکرات آغاز میشه و آتش بس اولویت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان است، فکر میکنین این مذاکرات به نتیجه برسن؟ خب ببینین برنامه ها و آجنده هایی را که هر دو طرف منازعه است، متخاصم هر دو طرف با هم دیگر ستیز دارن، بنان آجنده ها کاملا متفاوت از هر طرف تعقیب میشه. اونا از برای مطلب خودشان دلبری میکنن و طرف افغانستان هم همچنان. بنان امیدواری ما به عنوان کسانی که در کشور زندگی میکنیم ایست که حداقل خشونت ها کاهش بیابند تا ما اون نتیجه مطلوب از گفتگوهای صلح داشته باشیم. اگر خشونت ها ادامه پیدا کنه که مردم افغانستان جامعه جهانی هم تاکیدشان به سر می است که باید خشونت ها کاهش بیابد تا ما بریم به اون نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم. بنان ما امیدوار هستیم که خشونت ها کاهش پیدا کنه و اما طالبان فکر میکنین که چه توجیه میتونن داشته باشن در حالی که عملا گفته میشه از این که نیروهای خارجی در افغانستان یک پای دیگر شما را از پایگاهشان را ترک کردن، شماشان کاهش پیدا میکنه، در کنار این مسئله مذاکرات جریان داره، خواست مردم افغانستان، حکومت افغانستان، جامعه جهانی و همه آتش بس و کاهش خشونت است؟ توجه طالبان قدرت سیاسی است. طالبان به خاطر چیز دیگه نمی جنگند. چیزی را که می خواستن خروج ایالات متحده آمریکا است که خب
به او خواستهشان تقریبا رسیدن. بنان چیزی را که میخوان و منطقه که برش می جنگن قدرت سیاسی است، بنان بر طالبه اگانه چیزی که افزایش خشونت ها جنگ و جدال میتونه به عنوان یعنی فعلا طالبان افغانان را میکشن به خاطر به دست آوردن قدرت و گرفتن امتیاز، چیزی که معاملا میبینیم. بله درست. اگر دیدگاه این است، از دید شما با چنین گروهی که دیدگاهش بر این است که باید از طریق جنگ امتیاز بگیر، از طریق کشتن و خشونت دست بالایی در مذاکرات داشته باشه، میتوان به نتیجه رسید؟ خب فعلا ما دیگه رای حل بدیل چی داریم؟ ادامه خشونت ها، کشتن، قتل و نارامی، دومی که بشینیم به سر میز مذاکره. تجربه جهانی نشان داده که با گروه هایی که شورش میکنن شما بهترین راه حل، کم هزینه ترین راه حل، اما پالتیکل ستلمنت یا توافق سیاسی است که شما میتونن برن با طرف بشین بر سر میز مذاکره تا از ادامه می دور باطل شما جلوگیری کنن. برای ما راه چاره دیگه نداریم به جز ازی. اما بر طالبان مشروعیت به نوع داده شد. کسانی بودن که بالاخره طالبان را آوردن، توافق نامی هم با طالبان به امضا رسید، کشورهای هم تعهد کردن که گوی افغانستان را در رسیدن به صلح کمک میکنن و در پایان خشونت ها مثل پاکستان. چون عملا اینها رفتار را که طالبان دارن، دیدگاهی را که طالبان دارن در کل فشار وارد نمیکنن یا حداقل تلاش که برای تغییر این مسئله باشه نمیکنن. خب طرف ها تا به اندازه که بتونستن فشار وارد کنن کردن. بیشتر از این بر طالبان چیزی بیشتر از این را فکر نمیکنم که داشته باشن و از دست بدن. فشارهایی که به اندازه‌ای که میتونن و مقدور است بر سر طالبان میشه، اما میفهمیم که شکننده ای طرف دولت افغانستان است که نیازمند کمک های جامعه جهانی است و هر زمانی که مسئله فشار مطرح میشه دولت افغانستان بیشتر زیر فشار قرار میگیره. و مسئله دومی که چرا پاکستان وعده کرده و کمک نمیکنه، به نظر من که بس کاملا جداگانه است. اونها استراتژی خودشان از قبال افغانستان دارن و تا به چی است که به طالبان قدرت میده تا این گونه رفتار بکنن، انعطاف پذیری نشان نتن، خشونت را کاهش نتن؟ نظامیگری، حمایت کشورهای منطقه است. طالبان این دو عامل است که طالبان را قدرتمند میسازه و مشروعیت هم که شما گفتین برش داده شده یکی از انتقادات است که بله متاسفانه عطا به سر دولت ایالات متحده آمریکا میشه که دولت افغانستان دور زده شده و مشروعیت و اتوریته بر طالبان داده شده و یکی از انتقادهایی است که همگی از پارتنرای دولت افغانستان ما داریم که نباید چنین میشد. متاسفانه چنین شده و یکی از عواملی که امروز طالبان دست بالا داره همین بحث مشروعیت و اتوریته است که برشان داده شده. درست. ایالات متحده آمریکا فکر میکنین که تاکنون نتونسته فشار وارد بکنه به کشورهای منطقه که اینا از طالبان حمایت نکنن و یا به نوع فشار وارد بکنن و طالبان که بپذیرن کاهش خشونت را، یا اینکه خود این کشورها اراده بر چنین مسئله ندارن؟ خب اگر شما به یک مثلا نگاه بکنن چی میان جمهورخواه و دموکرات ها بحث پایان دادن جنگ افغانستان یکی از مسائل بوده که همیشه مطرح میشه. بنان ایالات متحده آمریکا متمایل به این است که این جنگ طولانی رو در افغانستان خاتمه بده. یک دوی که آیا بر طرف ها منازع افغانستان فشار آورده، مخصوصا طالبان و پاکستان؟ خب بر طالبان تا به اندازه که تانستن فشار آوردن، در میدانان جنگ برشان فشار آورد، در لیست تحریم ها و تعذیرات نامایشان درش کردن و حالا هم از بعض رهبرانشان اسمایشان در لیست است. و بر پاکستان هم بعض وقتها تلاش کردن که فشارهای را بیاره تا به حدی که مقدور بوده. شما میفهمید که وقت بر سر پاکستان فشار آمده، پاکستان خب گزینه های بدیل هم داره، میره طرف چین و کشورهای دیگه. بنان ایالات متحده یعنی شما میگین به یک نوع آمریکا هم مجبوریت خود را داره که در چنین شرایط نمیتونه فشار بیشتر بر پاکستان بیاره. خب یک بس از لحاظ رابطه بین الملل اگر شما نگاه بکنید، بله که ایالات متحده آمریکا قدرت هژمون است، ایره نمیتونیم که ما در نظر بگیره از نظر دور به اندازه. اما در کنار از او ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوری که نظم میته به مسائل امنیتی و سیاست بین المللی مجبور است که به کشورهای منطقه و قدرت‌های درجه دو هم باید بعض وقتا گپ از نارم بشنوه. درست. ممنون از حضورتان آقای جاوید در برنامه ما. تشکر است.